هر جای این دنیا در این زندگی میکنین عزیزان و این برنامه رو میبینین، برنامه راه نجات که از تلویزیون امید جاودان داره پخش میشه. امیدوارم که همه شما خوب و شاد و سرحال باشید، زندگی به کامتون باشه. هفته دیگه اومدم در خدمت شما عزیزان من با یک درسی جدید که از عیسی مسیح یاد بگیریم که زندگی ما در آرامش و شادی به پیش بره، نه زندگی هایی که میدونم بعضی ها میگن آقا موقعی که آزادی مثلا تو امریکا تو اروپا و دیگه به اینا احتیاج نیست. اتفاقا وقتی در آزادی کامل هم هستی، در یک دموکراسی هم زندگی میکنی، باز به آرامش خدا احتیاج داریم ما، چون آرامش خداست که ما رو هدایت میکنه، آرامش خداست که زندگی ما رو در راه‌های درست میبره. چون وقتی خدا پشتیبان ما باشه، راه زندگی ما هم درسته. پس بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که با من دادی ای قدوس. از تو میطلبم ابی پدر به نام پرجلال عیسی مسیح، تمام وجودم تحت حمایت و هدایت روح القدس باشه. خداوند هر کلمه که از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده. و امروز عزیزان من که این کلام میشنون، ای خداوند قلباشون رو لمس کن تا ایده بسیاری خداوند را به تو ایمان بیارن و زندگی هاشون عوض بشه. شکرت میکنم پدر که با منی، شکرت میکنم ای روح القدس عزیز که این برنامه رو هدایت میکنی. جلال از آن خداوند من عیسی مسیح است. آمین آمین. اوکی عزیزان من، قبل از اینکه بریم درس شروع بکنیم، منم از اینجا اعلام میکنم که شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدم بهشون تا گذر از این جمهوری اهریمنی تا پیروزی کامل، منم بهشون وکالت میدم، چون ایشون تجربه کافی دارن در این 40 سال بتونن ما رو هدایت بکنن در انقلاب تا بتونیم پیروزی به دست بیاریم و یک مملکتی باشیم که مثل مملکت‌های دنیا، مثل ملت‌های دنیا که دارن همه جا آزاد دارن زندگی میکنن. ما چرا باید در بند باشیم؟ ایرانی من این حقشه که آزاد باشه، حقشه که بهترین زندگی رو داشته باشه. پس امروز منم به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدم تا گذر از این رژیم اهریمنی. خب عزیزان، امروز میخوام از افسسیان 2 براتون بخونم، زندگی نوین در انقلاب نوین. ما داریم انقلاب نوین میکنیم، زندگی ما هم باید عوض بشه، یک زندگی نوین و جدید باید آغاز بکنیم. درست وقتی همه چی در خفقان، در ناراحتی، هیچ چیزی وجود نداره خوب، به هر حال باید خودمونم از درون خودمون عوض بکنیم و زندگی جدیدی آغاز بکنیم در کشوری که داره انقلاب میکنه و جوانای فهمیده و درستی واقعا داره. واقعا این جوانا ثابت کردن که الحق میتونن بهترین زندگی رو داشته باشن. به کاری دارن میکنن برای تمام ایرانیا که همهشون به آزادی زندگی بکنن، نه فقط برای خودشون. جوونی که سینه‌شو سفر میکنه میره برای اعتراضات، میره برای که انقلاب بکنه، کشور رو از این گرفتاری‌ها بیرون بیاره و عوض بکنه و سرنوشت همه ما ایرانی‌ها رو عوض بکنه. پس عزیزان من، نشینیم اونجا، بلکه خودمونم، منی که 57 اومدم انقلاب کردم و صدها بار از مردم معذرت خواستم، گفتم این اشتباه بود، انقلاب نبود، این یک شورش بود بر علیه کشوری که در دنیا میخواست پیشرفت بکنه. ولی شما عزیزان یک حرکتی بکنین، یک بهایی بدید. به هر حال هر آزادی یک بهایی داره. هر کار خوبی که میخواین به دست بیارین، هر چیز خوبی که میخواین به دست بیارین، یه قدمی باید بذارین، یه تکونی باید بخورین. اینجوری که نیست من بشینم خونه بگم آقا این رژیم اهریمنی با این کشتارهایی که میکنه، این رژیم اهریمنی با این خشونتی که داره میکنه، نابودی و تجاوز و قتل، بشینم اونجا بگم که آقا این همین اول فردا میگه خداحافظ من دارم میرم، که نمیشه همچی چیزی. این رژیم ها به این سادگی نمیرن، ولی به یک شرط،
باور بکنین یک قدم اگه به بیرون بیزارین، میدونم سخته همه چیز. ببین عزیزان، هر زندگی رو شما باید بسازید سخته. شما میخواین یک زندگی نوین و تازه بسازید، آیا همینجوری که نمیتونین یه باره همه چی رو جور بکنین درست بکنین؟ بس باید بسازیم، باید حرکتی بکنیم، یک کاری انجام بدیم. به این جوونا، جوونای خودتون، بچه های خودتون، بچه های ما که میان بیرون سینه سپر میکنن به خاطر فردای آزادی ایران، که تو ایرانی آزاد باشی. میگه خدا رو شکر برای افکار جدید ایرانیان، واقعا برای این جوانایی که افکار نوی آوردن. خدا رو شکر که افکار ما ایرانیان دارد عوض میشود. این چند نکته اینجا نوشتم، میخونم میرم رو درس. و یک زندگی نوین، طبیعتی تازه، انقلابی نو در یک عصری نو دارد به وجود میآید. همیشه آرزو داشتم، واقعا یکی از آرزوهامه، همیشه آرزو داشتم یک روز مردم ایران خدای زنده و حقیقی رو بشناسن، نه خداهای دروغین و به شیطانی رو و بت پرستی رو. به یک زندگی جدید و نوین با عصری جدید در طبیعتی تازه در ایران، ایرانمان به وجود آید. و حال او را ببینیم و آن و ما انسان ها یک افکار و عمر و شناخت و طبیعت تازه دست یافتیم. باید اینا رو ببینیم یا نه؟ یا میخوایم همینجوری بریم؟ هر چیز تازه رو باید ببینیم، بایستی افکار ما رو عوض بکنیم، درون ما رو عوض بکنیم، یک قدم جلو بذاریم. و امروز من از تعلیمات عیسی خداوند که همیشه برای انسان مفید و ارزنده است، تا ما تعلیمات عیسی را نخوانیم متوجه نمیشویم که این حرفایی که دارم من میزنم چیست. تا این کتاب مقدس نخونم، تعلیمات عیسی مسیح نخونم، واقعا نمیدونم که چی توش نوشته و برای زندگی من چی به درد میخوره. متوجه نمیشیم که چی زندگی پر از آشوبی داشتیم و همه اینا را از فیض و رحمت بی‌نهایت خداوند ما عیسی مسیح میبینم. چون زندگی منم در آشوب بود، زندگی منم سخت بود. وقتی عیسی مسیح رو شناختم زندگیم عوض شد. از بت پرستی، منم مسلمون بودم عزیزان، از بت پرستی اومدم بیرون، از خداهای شیطانی اومدم بیرون. منم یک روز به اینا اعتقاد داشتم، ولی دیدم اینا بت هایی است که انسان میسازد، نه خود خدا نیستن. اینا به کاری برای من انجام نمیدن، یک بوتی که تزیینش بکنن، درستش بکنن، بیزارن اونجا، بگن آقا تو اینو پرستش بکن، چیزی که با دست خودم درست کردم بعد اونو پرستش بکنم. خدایی که آفریدگار همه تمام این کهکشانه، ولش بکنم برم یک بوت پرستش بکنم؟ یا مثلا بگم پدرمو اصلا هیچ احترامی نذارم، برم از یک چوب بگم آقا درخواست بکنم به منو کمک بکن؟ پدر زنده ای که اینجا هست بگه پسر چی میخوای؟ من برم بگم نه پدر، تو نمیتونی کار بکنی، این بوته برای من یک کاری انجام میده؟ خب چنین نیست عزیزان من. پس امروز ما باید افکار ما رو عوض بکنیم. آیا دیدتون نسبت به آن چیزهایی که میبینید و تشخیص میدید نمیخواین عوض بکنید؟ وقتی من یک چیزی رو میبینم که آقا این همیشه اشتباه است، به راه رفتنش در این اشتباه است، خب خودم عوض میکنم یک ذره. به آن چیزی که صحیح است و میبینم چهار نفرم دارم میخونم، خودم هم میرم مطالعه میکنم، میبینم واقعا برای زندگیم خوبه، خب اونو قبول میکنم. چرا برای به راههای کج باید برم؟ چرا به راههایی برم که واقعا برای من مفید نیست و زندگیم هیچ تأثیری در زندگیم نداره، به هیچ چنجی در زندگیم نیست؟ میگه عمر دوباره در مسیح یعنی یک زندگی نوین. تمام اون آشغالایی که داشت در وجود من همه رو ریختم بیرون. و امروز عزیزان دین به شما معرفی نمی کنم،
یک دینی باشه که باز نمیدونم یه کاری برام بکنه، یا بگم آقا اگه اینجوری نشه، اگه اینو دست نزنم، این قدم رو بر ندارم فلان. نه، خداوند در این زندگی نوین به من میگه که یک انسان واقعی تو رو آفریدم و روح خودم رو در تو دمیدم و کارهای عظیمی که من میکنم تو هم میتونی انجام بدی. اینو خدا میگه، میگه من شما رو مثل خودم آفریدم. وقتی من مثل خودم آفریدم، خدا چیکار میکنه عزیزان؟ چه قدرتی داره؟ پاورش چیست؟ خب خدا میگه همون قدرت رو تو داری اگه باور بکنی، اگر بلیف داشته باشی. واقعا میگه روزیگار شما نیز به علت خطایا و گناهانتان، که همین الان قبل از این گفتم، لعنت خدا در لعنت خدا قرار داشتید، محکوم به مرگ ابدی بودید. وقتی ببینید بعضی ها میگن آقا ما مثلا خدا رو کار نداریم، یا این چه خداییه که من اینجا مثلا هر اعمالی بکنم برم اونجا بعد به من منو دوباره ببره تو دادگاهش، منو دوباره نمیدونم محاکمه بکنه. عزیزان یک مثال خیلی راحت زمینی براتون میزنم. یک بازی فوتبال که همه ایرانی هم دوست دارن، آیا داور نداره که قضاوت بکنه؟ و داور وقتی قضاوت میکنه حکمش علنی میشه، یعنی وقتی سود میزنه تو خطا کردی باید اون خطاکار جریمه بشه. این یک فوتباله. آیا در قانون زمین شما اگه کار بدی انجام بدید، اگه تصادف بکنید، اگه دعوا بگیرید، اگه کسی رو بکشید، زخمی بکنید، آیا قانونی وجود نداره که برین اونجا محاکمه بشید؟ هست. بس یه چیز خیلی ساده، نه؟ خدا هم همینه میگه، میگه عزیز من تو رو آفریدم که مثل انسان زندگی بکنی. خدای حقیقی که منو ساخت اینو به من میگه، میگه شاپور انسان باش، برخوردت با مردم خوب باشه، اگه میتونی با مردم کمک بکن، محبت بکن، افکارت نسبت به مردم منفی نباشه، قضاوتهای بیخود نکن مردمو، اگه میتونی راهنمایی بکن، حرفایی بزن، زور نه. من اینجا زور به کسی نمیگم. آقا تو اگه به عیسی مسیح ایمان نیاوردی و این راه حقیقت رو نرفتی، بایستی اصلا بری دیگه زندگیت گم بشی. نه، همچی چیزی نیست. شما با علاقه، با خواندن و مطالعه کردن و فهمیدن و رو شناخت میان راهی درست انتخاب میکنید. ولی در این زندگی پر از آشوب و پر از گناه، عزیزان من، به ما ساینای نشون میدن که خیلی زرق برق در سایناشون. به این سایناست که ما رو به راههای کج میبره. و اگر شناخت نداشته باشیم، زندگی ما به هم میخوره. میگه شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید. میگه گناه بودید عزیزان. گناه چیست؟ وقتی من خطا میکنم این گناست. وقتی نسبت به یک هموطن من، برادر خواهری که میبینم، بهش ظلم میکنم، این گناست. وقتی تجاوز میکنم به حریم کسیگر، این گناست. وقتی کسی رو میکشم ناحق، این گناست. وقتی اسم گناه رو میاره همه یه جپه میگیرن. نه، جپه همه چیز همینه. وقتی شما میرین در فوتبال دارین بازی میکنین، پای یک پلیر دیگر، بازیکن دیگر میزنین، این گناست. به خاطر همون گناهی که داری میکنی، همون خطایی که داری میکنی، داور شما رو جریمه میکنه. با این وصف خداوند اینقدر به ما محبت به فیض و رحمت داره، از خیلی چیزها چشم پوشانی میکنه دیگه، نگاه نمیکنه بیشتر چیزها رو، ما رو میبخشه، چون خدای بخشنده است. وقتی خدا میگه من شما رو به مثل خودم آفریدم، این محبتش، فیضش به حدیه که ما اگه گناهی بکنیم
میتونیم بریم به پدر آسمانی ببخش من امروز این کار خطا بود، فهمیدم که این کارم خطا بود، بر رفیقم، بر نمیدونم برادر و خواهرم، بر هموطنم، بر همنوعم علیکی قضاوت کردم، داد کردم، زدمش، این اشتباه بود، خداوند منو ببخش. به خداوند میبخشه، ولی نه که هر روز من این کار بکنم بیام دوباره بخشش بخوام از خداوند. نه، میگی تو که میدونی این راه اشتباه است. آقا در فوتبال هم شما نگاه بکنین، اگر در اون چارچوب پینالتی، باکس پینالتی کسی رو درو بکنین، باید خطاش چیه؟ پینالتیه، یه گل به حریف دادنه. داور حاکمی است که قضاوتش حکم میکنه که آقا این کار باید بشه، شما همش حرفی نمیتونین بزنین. بعد چطور در مقابل خدا اگه گناه بکنین نمیخواین خدا هیچ کاری براتون انجام بده، بخواین همه رو چشم پوشی بکنه خداوند؟ حال شما نگاه بکنین، همین رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی داره زنا میکنه، تجاوز میکنه، قتل میکنه، میکشه، میدزده، نابود داره میکنه. آیا صحیح این؟ بس باید حکم خدا برش صادر بشه و در قضاوت الهی باید نابود بشه، باید جریمشو بکشه، حتی روی زمین باید جریمشو بکشه. بس هر چیزی قانونی داره عزیزان، شما نمیتونین چون قانون زمینی رو همه رو میدونین ولی به قانون الهی میرسین و میگین نه بابا خدا من آفریده، خدا شما رو آفریده که چیکار بکنیم؟ بیاین معذرت میخوام، ببخشید، من آفریده که بیام زنا بکنم، نمیدونم تجاوز بکنم، دزدی بکنم، مال مردم بخورم، بکشم؟ نه، شما در کشورهایی که دموکراسی داره اینجوری نمیبینید، مردم روی قانون را میره، قانون وجود داره. بنده که وقتی در کوچه ها، در خیابانای علی اینجا یا خیابانای کوتاه که میرم، استاپ ساین داره، بدونی که کسی باشه اونجا، پلیسی منو نگاه بکنه، من اینو یاد گرفتم که باید این استاپ ساین وایسم، این قانونه، باید وایسم نگاه بکنم این بار اونور بعد برم. قانون خدا هم همین عزیزان، سخت نیست. خدا میگه که تو خطا نباید بکنی، برو شادی بکن. مثلا من در همین رانندگی دارم میکنم، میگم اونجا استاپ میکنم، همه جای خیابون که دیگه منو استاپ نمیکنن، که همینجوری آزادانه میرم، به کارم میرسم، به جایی که میخوام برم میرسم. خدا هم همین رو بهت میگه، میگه آقا قانون اجرا بکن، آزادی زندگی بکن. نه مثل دینای کاذب، دینایی که سر شیطانه، بعدم بهتون میگه آقا تو بایستی نمیدونم امروز تو خیابون اصلی بیای یه جانماز پهن کنی، اونجا بایستی همه رو ترافیک ایجاد بکنی، نماز داری میخونی، من خدا رو خوشحال. نه، هم قانون زمینی دارم میشکنم، هم قانون آسمانی رو، چون ریاکاری دارم میکنم. به خدا این ریاکاری های ما رو دوست نداره عزیزان من. حالا خیلی ها میگن ما بی خداییم، اوکی بی خدا باش، ولی اینه بدون که یک روز باید جوابگو باشی، یک روز باید جلو این خدا وایسی به جوابگو باشی. اینجا قبول نداری 89 سال مردی، ولی بدون که در اونجا جلو این قاضی عادل و حاکم عادل میمونی و قضاوت میشی، همینطور که من یک بار شدم، قضاوت شدم، در برابر خداوند ایستادم و خداوند به خون عیسی مسیح منو بخشید. هزارون بار گفتم، گفت برو دیگه گناه نکن. از اون به بعد رامو عوض کردم و واقعا میبینم خیلی آرامش گرفتم، خیلی از درون مردم که نمیخوام مردم به حق مردم تجاوز بکنم، این مایه خوشحالی منه. وقتی میخوام به مردم محبت بکنم دلم شاد میشه، وقتی کمکی از دستم برمیاد برای هم نوعم چرا نکنم، برای اینکه خودم آزاد میکنم. وقتی میخوام کسی رو ببخشم میبخشمش، چون خودم آزاد میشم، نه میبخشم که اون مثلا بگه او
نمیدونم این خیلی ضعف داشت اومد منو بخش. نه، اونو میبخشم که خودم از درون آزاد بشم. زندگی نوین یعنی این عزیزان من، زندگی نوین اینه که خودم اول عوض بشم. اگه ایرانم عوض بشه خودم عوض نشم هیچ تأثیری نداره عزیزان. برای من زندگی همون زندگیه که همیشه بود، باور بکنید. بس باید اول خودم و افکار خودم رو عوض بکنم تا یک زندگی نوین در انقلاب نوین در طبیعتی تازه شروع بکنم، خودم لذت ببرم از این زندگی و اطرافیان من لذت ببرن از حرکات و رفتار من. میگه دیگران غرق گناه بودیم و شیطان را اطاعت میکردیم. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است. شیطان کار چی عزیز؟ واقعا رئیس نیروهای پلیدی که عیسی مسیح هزارون بار به همین خاخاما میگفت شما ریاکارین، شما پدرتون میگین ابراهیم ولی نیست، شما پدرتون شیطانه، برای اینکه کارهای شیطان انجام میدید. همین که الان جمهوری اسلامی کارهای شیطانی داره میکنه. و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل میکند. شیطان کارش اینه. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. حالا شما مثلا اینایی که توی جمهوری اسلامی هستن به جنایت میکنن، تجاوز میکنن، قتل میکنن، علکی و حکمای علکی میدن، خب اینا همون ذات ناپاکه که باید به زندگی نوین، به طبیعتی تازه، به عوض شدن و شناخت تازه باشه، که این باید برگردن اینجوری. اگه انسان ها ببین عوض بشن، برای همه انسان ها خوب میشه عزیزان من. وقتی ایران حالا بره توی چی میگن کاتگوری دموکراسی، همه شما آزاد میشین، همه شما یک زندگی نوین میچشید. بعد میبینی که واقعا زندگی این نبوده که اینا این وحشی ها برای ما ساختن، اینا از طرف شیطان اومدن، از شیطان درس میگیرن، از شیطان تعلیم میگیرن، چون با خدای زنده در رابطه نیستن. اینا با بت‌ها در رابطن، با اشرار در رابطه هستن و دعاشون به طرف خداهای شریر و شیطانی میره. به خاطر همون نمیتونن عوض بشن، نمیتونن کارهای خوب انجام بدن، چون ذاتشون ناپاکه. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. وقتی خدا رو نمی‌شناسی، تعلیمات اصلی خدا رو نمی‌شناسی، به نمی‌دونی خدا برای ما چی می‌خواد، ما همیشه اسیر افکارهای زشت خودمون می‌ریم. نارو می‌زنیم، نمی‌دونم سر مردم رو کلاه می‌ذاریم، دزدی میکنیم، اختلاس میکنیم، همه کارا میگیم، بعد میگیم ما زرنگیم. میذاریم به زرنگی خودمون، نمیذاریم به اون ذات ناپاک ما که ضد بشر داریم عمل میکنیم، که بشری نیست دقیقا. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. وقتی آقا میگم خطا میکنی، حاکمای زمینی هم به خشم میان. وقتی کسی رو میکشه، میری تو دادگاه، اون قاضی ناراحته که تو یه نفر کشتی، غضبناک نسبت به تو و حکمی صادر میکنه که یا ابد یا اعدام یا نمیدونم نابود شدن زندگیت میشه، چون کارهای زشت کردم، حرکاتهای من خوب نبود، اعمالم درست نبود. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را انقدر دوست داشت، واقعا افکار ما با افکار خداوند زمین تا آسمون فرق میکنه. افکار من افکار خدا نیست، من یک افکار انسانی دارم. با این وضع میگه خدا
بیش از حد تصور ما، ما را انقدر دوست داشت که به ما عمری دوباره داد. در تمام این گناه‌ها و ذات ناپاک ما و اعمال بد ما، خداوند عملی دیگر انجام داد برای زندگی نوین، زندگی تازه، یک انقلاب درونی تا بتونیم یک زندگی جدیدی آغاز بکنیم و خودمون لذت ببریم از این زندگی. زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. تا مسیح زنده است، ما زنده هستیم و به خون عیسی مسیح، خداوند امروز با خون عیسی مسیح، همینجور که من گفتم مقابل خدا بودم، گناه های من وقتی به من نشون داد خداوند، به خون عیسی مسیح روی گناهانم ریخت، منو بخشید به یک عمری دوباره، زندگی نوین، انقلابی درونی و شخصیتی که تحول یافته است به من بخشید. واقعا شکرگزار و سپاسگزار خداوندم که ما را از لعنت و گناه بیرون میاره و از افکار و ذات بد شیطانی بیرون میاره و ما را به راه راست که زندگی برای خودمون لذت داشته باشه و برای خودمون و اطرافیانمون در امن و امنیت باشه، که کسی منو نبینه بگه او این پسر شاپور قاتله، این الان میاد نمیدونم ما رو میکشه، این آدم بدیه. نه، میگه نه، این آدم جدیدی شده، افکارش عوض شده، این آدم اینقدر با محبت شده که وقتی میاد با ما صحبت میکنه ما آرامش میگیریم، هر کارهای بدی انجام نمیده، اگه کار بکنه پول نمیدزده، اگه بیاد دروغ نمیگه، اگه بیاد نمیدونم سر کسی رو کلان نمیذاره، قضاوت علکی نمیکنه، بدی برای کسی دیگه نمیخواد، دعا میکنه برای کسی دیگه. این انسانه که چنج میشه، عوض میشه، از اون انسان 380 درجه برمیگرده. 360 درجه که میای دوباره برای اول، 180 درجه فرق میکنه. عزیزان من، امروز من و تو اگه میخوایم زندگی نوین در این انقلاب نوین و انقلاب در خودم و تحولات جدید داشته باشیم، باید از کلام عیسی مسیح، از تعلیمات عیسی مسیح یاد بگیریم تا زندگی خودمون درست بشه. این زندگی، زندگی نمیدونم دینی نیست، این زندگی، زندگی شریعتی نیست. خداوند قانونهایی داره ولی در آزادی کامل، یعنی تو همه چی رو تشخیص میدی و در آزادی کامل داری زندگی میکنی. وقتی رانندگی میکنی میدونی من اینجا مثلا 65 مایل باید بری، تا میگه 70-75 مایل هم رفتی اوکیه، ولی بیش از این نری 100 تا بری به همه نمیدونم مردمو بزنی بکشی و خطرناک بشی. خدا همینی میگه، جلوت نمیگیره، میتونی 100 هم بری ولی خلاف میشی، جریمه میشی. میتونی اینجا بری دعوا بگیری، 4 تا مشتم بزنی به کسی که، ولی میری دادگاه، حاکم اون دادگاه، قاضی اون دادگاه حکم میده که شما باید برین زندان، بس جریمه میشی. امروز هم خداوند ما رو در آزادی کامل گذاشت، ولی در قانون، در چارچوب قانون به زندگی باید بکنیم، نه قانونای دینایی که علکی نمیدونم براتون جلو سایی. مثلا اون روسری نمیخواد بیزار، زور باید با چوب و زدن میگی روسری بیزار، نمیدونم پا تو چه بیزاری میگی نه تو باید پا تو اینجوری بیزاری. نه، دین نیست عزیزان، یک آزادی کامل در عیسی مسیح است. عیسی مسیح امروز اومد به ما آزادی داد و اومد تعلیم داد، روی صلیب رفت، مرد، با مرگش به ما آزادی داد که ما بتونیم امروز آزادانه در خدا زندگی میکنیم. وقتی میگه خدا رو شناختی، این شناخت باعث میشه که تو آزاد بشی. همین، خیلی راحت. دوستتون دارم عزیزان، مرسی که با من بودید. امیدوارم که این درس هم برای من اول
خیلی عالی باشه و برای شما عزیزانی که میشنوید این درس ها عزیزان زندگی ما رو عوض میکنه، چون تعلیمات عیسی مسیح امروز زندگی نوین و انقلابی نوین در خودتون در ایران برای همه شما آرزومندم. امروز واقعا دعا میکنم به نام عیسی مسیح که ایران من زیر پوشش خون پرجلال عیسی مسیح محافظت بشه و جوانهای من در زیر سایه خون مسیح خداوندم واقعا محافظت بشن و از دور از اهریمن و بدی باشن و در شادی کامل ایرانی من زندگی بکنه. پیروزی نزدیک است عزیزان، ناراحت نباشین، خدا وقتی ما خدا رو صدا میزنیم خدا با ما میاد. داوود دیدین این همه جنگ میکرد، وقتی خدا رو صدا میزن خدا میگه من جلوی تو میرم، تو بیا پشت سرم، پیروزی از آن توست. امروز هم خدا جلوی ما میره و ما پشت سر خداوند انقلاب میکنیم و انقلاب پیروزی از آن ملت ایرانه، آزادی از آن ملت ایرانه. دوستتون دارم عزیزان من، واقعا دوستتون دارم. ایرانی من سربلند و سرافراز باشه، ایران من سربلند و سرافراز باشه. بدرود عزیزان، تا درودی دیگر. مرسی.